درود بر شما، وقتتان بخیر و تحول خوش آمدید. احزاب و جریان‌های سیاسی از چگونگی تشکیل و اعضای شورای عالی دولت انتقاد می‌کنند. با گفته آنان تعداد اعضای شورا زیاد است و همچنان نباید که رئیس جمهور ریاست این شورا را به عهده داشته باشد. جریان‌های سیاسی که از طرف ارگ با عنوان اعضای این شورا معرفی شدند، تأکید می‌کنند که باید رئیس شورای عالی دولت و دبیر آن پس از تشکیل شورا از سوی اعضا انتخاب شوند. اما ارگ ریاست جمهوری که شورای عالی میگوید که شورای عالی دولت به هدف مشوره دهی در مسائل بزرگ مملکت به زودی اعلام خواهد شد و چهره های مطرح سیاسی هم اعضای آن خواهند بود. اما تعداد این اعضا چند تن است؟ هشتنی که آقای حکمتیار بار تاکید کرد برو یا نه این رقم تا 20 تن یا 15 تا 20 تن خواهد بود؟ صلاحیت این شورا فقط مشوره دهی خواهد بود؟ نهادهای متعدد برای مشوره دهی در افغانستان وجود داشتند. مؤثریت این نهادها چقدر بوده که حالا این شورا شکل خواهد گرفت؟ واقعا از مشورایش استفاده باید هم خواهد شد یا نه فقط در حد مشوره خواهد ماند؟ برای آنچه که برخی دیدشان این است که برخی افراد به دلیل اینکه از قدرت دورند، از تصمیم گیری ها دورند و از صحبت دورند، اینچنین شوراها داره شکل میگیره. چقدر این مورد میتونه درست باشه؟ بیشتر صحبت خواهم کرد با آقایان عاصم، رنجبر و اساقزی پس از رفت و برگشت یا گزارش. جایگاه و صلاحیت شورای عالی دولت، جنجال تازه بین طرفهای قدرت در افغانستان پس از آن که تلاش ها از بهر تشکیل شورای عالی دولت از سوی ارگ تسریع یافت، حالا جناح‌های داخلی بر سر تعداد اعضای این شورا و همچنان انتخاب ریاستان وارد یک رایزنی شدند. منابع از ارگ ریاست جمهوری اعضای شورای عالی دولت را بین 15 تا 20 نفر گفته است. منبع از چهره‌های همچون محمد اشرف غنی رئیس جمهور، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد معقق، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسینه صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی به عنوان اعضای احتمالی نام میبرد. با شخصیت‌های متنفذ سیاسی و ملی مشوره و تفاهم نموده که در آینده بسیار نزدیک ترکیب و مکانیزم آن اعلام می‌گردد. با این حال عنایت الله بابر فرهمن، معاون شورای عالی مصالحه ملی، در واکنش به ایجاد شورای عالی دولت گفته است که در ترکیب اعضای شورای عالی دولت حضور اقوام، جنسیت‌ها و مذاهب بر اساس تناسب نفوس هر قوم شرط اساسی می‌باشد. در غیر آن نه تنها این شورا اجماع واقعی را به وجود آورده نمی‌تواند، بلکه اساس یک اختلاف و تفرقه جدید را در کشور پایه‌گذاری می‌کند. صلاح الدین ربانی از جمعیت اسلامی، مارشال دوستم از جنبش و گلبدین حکمتیار از حزب اسلامی تاکنون عضویت شورای عالی دولت را نپذیرند. قرار توافقی ارگ برای این بود که تعداد این اعضا حد اعظم و یا حد اکثر در 8 نفر باشد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی گفته است در حالی که طالبان تلاش دارند کابل را در محاصره قرار دهند و اداره بزرگراه‌ها و شریان‌های اقتصادی را در کنترل بگیرند، حکومت خود را به چنزنی‌های سیاسی باطل مصروف ساخته است. اسامی که از شورای عالی دولت تا حال دیده شده، عکسایی که در رسانه برآمده، از 18 نفر 15 نفرش فعلا یا معاش میگیره از ارگ یا ایست که یک نوع جیره میگیره از ارگ. تشکیل شورای عالی دولت بخشی از توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله در سال گذشته بود و اعضای آن در توافقنامه رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی گفته شده و به رئیس جمهور در موارد مهم مشوره می‌دهند. آقایان محمد عاصم عاصم، والی پیشین پروان را از کابل، عبدالبصیر رنجبر، تحلیلگر سیاسی را از لندن و محمد عیسی ساقزی، رئیس کانگرس ملی افغانستان را از بلژیم داریم روی خط تصویر. درود بر شما، ممنون از حضورتان. اما آقای عاصم، تا دقایق دیگر خواهند پیوست به برنامه. خوش آمدین رنجبر صاحب. اگر بحث را با شما آغاز کنیم، انتقاد احزاب و جریان‌های سیاسی از چگونگی تشکیل و اعضای شورای عالی دولت، بیانگر چی بوده میتونه؟ به نام خداوند بزرگ، به شما و به اسحاق زای صاحب و عاصم صاحب که هنوز تشریف آوردن، با
و همه بینندگان محترمتان احترامات قلبی خود تقدیم میکنم. بسیار خوش آمدید. خوش باشین. تشکر. اول روز هست که همه مصروفش هستن. اول خود تشکیل همی شورای دولت که همه کسایی که میتونن تصمیم بگیرن در سطوح بالا باید توافق کردن و این باید تشکیل شود. در این شرایط خودش سوال های زیاد برانگیخته. و مسئله دوم تشکیل از این که کی باید در بین ازی باشد، کی سهم بگیره. متاسفانه شرایط افغانستان طوری هست و جریان حوادث هم متوامده که هم یک تعداد چهره هایی که از بسیار دیر میشه که در افغانستان نقش سیاستگر را با خود گرفتن و مواقعات این رول ها را بازی میکنن و مردم را به دنبال خود میکشانن، اون همون چهره ها باز هم مطرح هست در اینجا. مهمی هست که ما در اینجا کسایی را نداریم که واقعا بگویم که نماینده مردم هستند، ولی کسایی هستند در اینجا که میتونن تأثیر گذار باشند در شرایط فعلی. بدیش همین هست که یک معیار صحیح برای کسی که باید در این شورا شامل شد وجود ندارد. برای این طرح نکردن. فقط گفتن کسی که در اینجا مطرح است و تأثیر گذار است اونا رو میدن. بسیاری مردم است که خود تأثیر گذار میدانن در اینجا. و این برشان سوچی است که چرا در این شورا گرفته نشدن و چرا در حاشیه رفتن. این بسیار مشکل است که وقتی که یک معیار وجود نداشته باشه برای یک فرمول کلی که کسی که تاثیرگذار است یا کسی که مطرحات رو گرفته شود به این شرایط داوطلبان زیاد میشه. بسیار مهم برای مایی هست. من از نگاه پرنسیپ موافقه در یک شورا هستم که بتانه برای کسایی که در رأس قرار دارن مشوره های درست بتن یا اگر مایی صحیح بکنن یا حتی در تاثیر ببخشید در تصمیم گیری ها سهیم باشد. دقیقا سوال ولی... اینجاست. این شورا مشورتی خواهد بود. آنچه که ارگ گفته مشوره میته در مسائل بزرگ مملکت. مگر ما پیشینه چه نهادهایی را داشتیم در افغانستان که مشوره های متعدد دادن اما نتیجهش؟ من امیر برتن عرض میکنم که مشورتی باشه یا حتی گفتم تصمیم ها شریک باشه اگر کسایی باشند در اینجا که واقعا بتانن از پرابلم های اساسی جامعه نمایند در اونجا ترجمانی بکنن رو مطرح بکنن، اینا خودشان نماینده واقعی مردم باشند و مشوره های از اینا یا تصمیم گیری های از اینا در دفاع از منافع کلی جامعه باشه، از منافع توده های وسیع مردم باشه، این یک چیز خوب هست. همیشه شوراها مطرح بوده در تمام جامعه، یکان تشکیل سیاسی کاملا با شوراها استوار بوده سابقا، ولی مهم است که این شورا از کی تشکیل شده، کی هستند، از کی نمایندگی میکنند و در کدام جهت عمل میکنند. کسایی که در جامعه ما اینا شما گفتین که اینا مشوره میتن یا اگر تصمیم هم بگیرن، کسایی هم شدن اینجا به نظر ما که اینا منافع شخصی خود همیشه ترجیح خواهد دادن. اینا کسایی هستن که با ثروت که هم دختن، با روابط که با کشورهای خارجی داشتن، با نفوذی که قبلا اینا برای خود ایجاد کردن و یا با کمک خارجی ها یا خودشان، آره یک تعداد از مردم یا زگاه منطقه یا زگاه مذهب یا زگاه زبان گروگان خود گرفتن. اینا اونا را با زور پول خود، با زور اسلحه خود، با زور ملیشه، ولی اینی کس میتونن تأثیر گذار باشن، مگر این تأثیری از این در اینجا در کدام جهت و به نفع کی خواهد باشه این برای ما مهم. بسیار تشکر. خوش آمده ناصم صاحب. شما هم انتقاد شده از تشکیل و اعضای شورای عالی دولت، احزاب و جریان های سیاسی این مورد را دقیقا مطرح می کنند در حالی که این شورا قرار است که به هدف مشوره دهی در مسائل بزرگ مملکت شکل بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنیم از شما و سلام خدمت جناب شما و دوستان شامل دی بس و بینندگان عزیز.
باید عرض کنم که بحث مشوره در افغانستان و خصوص در دوران حکومت دکتر صاحب اشرف غنی و خصوص در زمان ریاست و قیادت از اونا جایگاه خود هیچ وقت نداشته و نداره. به این خاطر برای مشوره نهادهای بسیار زیادی فعلا وجود داره، شورای ملی هست و صدها مشاور وجود داره و به همه ترتیب شورای عالی مصالحه ملی است که کار اجرایی ندارن، در بحث صلح است و اکثریت رهبران و شخصیت های سیاسی مطرح در شورای عالی مصالحه ملی حضور دارند در کمیته رهبریش و امثال از شورای علما است، مراجع دیگه وجود دارد. زمان میتونه این تصمیم اخیر که شورای عالی دولت تشکیل شود که استقامت تصامیم شورای عالی دولت قبل از تشکیلش یا قبل از منصوب ساختن اقتدار رهبران و جریانات و سران سیاسی و غیر سیاسی در این مجموعه مشخص شود، باید دولت افغانستان و رهبری ریاست جمهوری افغانستان اونا چارچوب فعالیت‌های شورای عالی دولت را باید مشخص بسازن. قبل از اینکه بریم به این میکانیزم یا چارچوب، پس از صحبت‌هایتان چیز دیگری میشه درک کنه هر شهروند، چه رازی نهفته است پس در پشت تشکیل این شورا؟ این راز یک نوع ضرورت نسبت خلایی که وجود دارد. رهبری فعلی دولت افغانستان به دلایل مختلف و محدودیت گرایی هایی که در پالیسی و برخوردشان با مسائل مختلف مملکت و کشورداری بوده، دولت کمی در حالت انزوا و در حالت ضعف قرار دارد. حال که قوت‌های خارجی افغانستان را ترک می‌کنند، دولت فعلی افغانستان ضرورت به یک پشتوانه قوی و مقتدر ملی و مردمی دارد. تصور میشه که اگر یک چنین شورایی در زمان و شرایط ساخته شود و ایجاد شود، میتونه تا حدودی این خلا را پر کنه و برای دولت حداقل یک پشتوانه نسبی از ناحیه قوت مردمی با وجود بیاره. اما همین پشتوانه هم باید با یک میکانیزم تعریف شود. خب میکانیزم برای یک اداره، برای یک نهاد یا برای یک شورا یا برای هر آنچه که هست تعریف میشه یا چارچوب مشخص، شما در او باز تعریف میکنین که قرار است چه کار صورت بگیره. این میکانیزم و یا این چارچوب خود تعریف میکنه که چه کسانی میتونن در این نهاد یا در این جمع حضور یابن یا دعوت شوند یا حضور داشته باشند. قرار است در اینجا با چه میکانیزم حضور یابند؟ اشاراتی که بنده هم داشت چند لحظه پیش امی موضوع بود. دقیق. که باید میکانیزم و چارچوب فعالیت ها و صلاحیت های شورا قبلا ترتیب شود و روی کاغذ تنظیم شود و تصویب شود حداقل، و تعدادش هم حتی، و شرایط شخصیت ها و رهبرانی که میتونن در یک چنین شورا در کنار هم جمع شوند حضور پیدا بکنن، عضویت پیدا بکنن، او مواصفات و او شرایط هم باید مشخص و واضح باشد. متاسفانه در وطن ما و شما یک چنین تصامیمی که گاهی وقت مطرح میشه و عنوان میشه، میبینیم که یک لیست عریض و طویل ترتیب میشه و مطرح میشه که باز انتخاب از بین اون لیست عریض و طویل این مشکل به وجود میاره، نارضایت ها را به وجود میاره. یک تعدادی که شامل فهرست شدن موافق میباشند، کسانی که شامل فهرست نشدن طبعا مخالفت میکنن، ملاحظات خود پیش میکنن. یک چنین شورای به نظر من هم فکر میکنم که تعدادش اگر از 10 نفر بیشتر شود، او باز مشکل آفرین میشه، به خاطر از اینکه افراد دارای صلاحیت ها و شخصیت های مشابه هستند
در کشور و مماثل هستند ممکن است تعدادشان بیش از 100 نفر شود، ولی اشخاص نسبتا از نظر قوت و تشکیلات و ساختار سیاسی و حمایت مردمی یک اندازه معدودتر و خاص‌تر و مشخص‌تر هستند. بهتر است که همون تعداد که میتونه پشتوانه و حمایت سیاسی و اجتماعی مردمی بیشتر را در این زمان و شرایط در کنار دولت فراهم کنه و میسر شده میسر ساخته بتانه، بهتر است که یک چنین عناصری در نظر گرفته شود که در این مجموعه جمع شوند و عضویت پیدا کنند. ممنونتان، خوش آمدین اسحاق زای صاحب. شما هم اکثرا در افغانستان دیده شده که ما از آخر شروع میکنیم میریم به طرف اول، نهاد را ایجاد میکنیم، تمام کارایش که تمام شد اعضا حضور میابند، بعدا میریم پشت چارچوب میکانیزم تعریف شده برای ای که کی چه کار را باید انجام بده و این نهاد چه کار را باید اجرا کنه و برایند چه باید باشه. چرا چنین است؟ تشکر آقای آریان از شما سوالتان. سلام به شما و دوستای عزیزیم که اینجا حضور داره و بینندگان تلویزیون جهانی آرینا نیوز. سوال خوبی هست. من به یه عقیده هستم که اکثرا شما و یک جورنالیست جریان هستیم که در مدت زمان 20 سال به خصوص در این اواخری که مسئله صلح مطرح میشه شوراهای متعددی را ایجاد میکنند، ولی اکثرا این شوراها نقششان سمبولیک بوده، یعنی برای اینکه بتوانند برنامه های خود ادامه بدن یا جامعه جهانی را و یا مردم اغوا کنن که ما این یک برنامه را تنظیم کردیم و اینال میریم به طرف جدی هستیم که میریم به طرف صلح. ولی ما دیدیم که شورای مسالیم اعلان شد، وزارت صلح ساخته شد و اینا تا به امروز هم به یک نتایج مطلوبی که منجر به صلح دائمی عادلانه شوه یا منجر به حکومت انتقالی شوه نشد متاسفانه. بناهن من به یک عقیده هستم، خوب شورای عالی دولت ایجاد شد، سه نفر اولی را مطرح کردن که خود آقای اشرف غنی رئیس جمهور بود و رئیس جمهور قبلی آقای کرزی بود و گلبدین حکمتیار بودن و بعدا طرح دادن که 8 نفر باشه. ولی شما میبینید در تمام امی شوراهایی که ساخته میشه من جمله هیئتی که میره به قطر هم همون کسایی ما هستن که مجموعه هم در امی 100 نفر که اگر بگویم کمتر و زیادتر که افغانستان در تایمی 20 سال تقریبا در گروگان گرفتن و اکثرشان هم در ساختار دولت است، یعنی کسایی که از منافع مردم از منافع ملی نمایندگی کنند و واقعا در این مقرد اینا کی هستن پس؟ کسانی هستن که خب در همین حکومت اگر بودن یا هستن چهره تأثیر گذارن، مثلا رئیس جمهور پیشین، حالا کسانی که در رهبری احزاب و جریان‌های سیاسی قرار دارن، کسانی که مسئولیت نهادهای کلان صلح را دارن، یا مجالسی که هست یا مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، گفته میشه اینا حضور خواهند یافت. آیا اینا بیشتر جنبی سمبولیک خواهد داشت حضورشان؟ خب اگر این شورای حالی ایجاد شد برزی که در اوائل هم تذکر رفت آقای آریان که اینا باید از برنامه صلح و روند سیاسی را جدی بگیرن و برن در برنامه استانبول اشتراک کنن و اونجا مسئله حتی مطرح کردن که مسئله استعفای آقای اشرف غنی مطرح هست و اونجا حکومت صلح انتقالی به وجود میآید و در اینجا شورای عالی دولت با امی ترکیبش. خب این کسانی که طرف منازع هستن یعنی در برابر طالبا اینا باید اشتراک کنن، مثلا خود آقای اشرف غنی، ولی این ضرورت نیست که خود آقای اشرف غنی که نمایندگی از کل حکومت میکنه باز یک فهرستی از معاونین و وزرای خودم داخلی برنامه بسازه. یک چیز اضافه است به عوض از این، اگر ما بتانیم که یک بخش از اعضاب و تنظیم ها را جایگزین شده شخصت های دیگر از بین ژورنالیست ها، از بین احزاب سیاسی ملی اپوزیسیون که هم فساد هم انتقاد میکنه و هم افراطیت انتقاد میکنه یا بسیار موثر است که از مردم افغانستان نمایندگی کنند. بنابراین این شورا اگر به شکل از لحاظ استرکتور تشکیلاتی خود و اهداف خود واقعا تصمیم گرفته باشه که ما میریم به طرف استانبول با یک تعهد که بالاخره این جنگ ختم شه و جنگی که بیهوده است، جنگی که هر روز طالبان هم میگه صدا نفر کشته شد و حکومت هم میگه هزارها نفر کشته شد. اینا مشوره میتن آقای اساقزه بیاد داشته باشیم، فقط مشوره میتن. این که مشوره چقدر در افغانستان پذیرفته میشه خود این یک سوال است. آیا این شورا هم به جمع
مشوره های قبلی که نهادهای دیگر دادن صحبت هایشان دقیقاً چیدمان خواد شد و خواد پیوست؟ گذشته خوب نتایج شوراها منفی بوده به نتایج مطلوب برای نجات افغانستان از جنگ و خشونت و وحشت منجر نشده متاسف. امروز اگر اینا یک ضرورت است که شورای عالی ایجاد کنند برای اینکه یا تصمیم بگیرند که دیگر انصراف میکنند از قدرت و دنبال ادامه قدرت نیستند و طرف طالبا هم که فشار وارد میشه، شما ببینید در این مدت زمان یک هفته ملاقات، یعنی جهان بسیار جدی است در حل مسائل سیاسی و روند سال. همین قسم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وزیر خارجه ترکیه صحبت میکنه، همین قسم آقای خلیزاد صحبت میکنه با وزیر خارجه مالزیا و حتی دو بار بیشتر از او در کنگرس آمریکا مسائل مطرح میشه. نگرانی های خود بعد از برآمدن خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان مطرح میکنه، در اتحادیه اروپا این برنامه پیش میره، ناتو کوشش میکنن با جالس خود بگیرن و نگرانی های خود ابراز کردن که ما حمایت میکنیم و هیچ وجه نمیگذاریم افغانستان دوباره به مرکز توریسم و دشت افغانی تبدیل شوه. از یک طرف آقای خلیزاد به طالبا مطرح میکنن که نمیتونید از راه نظامی قدرت بگیرید، از یک طرف دولت که شما براوند سال باید اردویتان صادقانه برین و راه یک دولت انتقالی سال را مساعد بسازین که در اونجا یک ترکیبی که واقعا بی‌طرف باشن و مستقل باشن، یک تیمی که واقعا اونجا دستشان به خون مال مردم آلوده نباشن، طرف اعتماد اردو جانب باشن، راه را باز کنین. او یگانه راهی است که میتونه مردم افغانستان حمایت کنه. بسیار تشکر. اما رنجبر صاحب، شورا بیشتر سمبولیک خواهد بود، او هم برای فریب مردم. مگر مردم افغانستان حالا نمیدانن که فریب چیست و کاری که برشان انجام میشه چی که به سودشان تمام میشه؟ اما اگر در این نهاد مشوره داده شه و پذیرفته نشه چه کار خواهد شد در موجودیت شورای عالی مصالحه ملی؟ تعداد اعضایش را شما بیشتر از ما میدانین. در کنارش ما شورای عالی وزارت دولت در امور صلح را داریم، نهادهای دیگر را داریم، هیئت مذاکره کننده را داریم، بیش از 400 مشاور گفته میشه که ارگ ریاست جمهوری داره، شورای عالی مصالحه ملی که چند مشاور داره او بحث جدا، ما مجلس نمایندگان را داریم، ما مجلس سنای افغانستان را داریم. حالا اگر بحث مشوره است چرا سر زده نمیشه؟ در غیر از او اگر خاک زدن به چشم مردم است، مردم بازی میخورن؟ اینجا دیده شده که اصلا هدف از تشکیل این شورا چی بوده؟ قسمی که شما گفتین در پالوی اقدر بنیادهای در نهادهای دیگه که وجود داره، یکی خودمو موافقت نامه که بین دکتر صاحب عبدالله و بین دکتر صاحب اشرف‌غنی صورت گرفته بود در اونجا مطرح شده، اینا موافقت کردن که باید یک شورای دولتی تشکیل شده. یکی ضرورت فعلی برای وجود آوردن یک اجماع ملی مطرح بود. خواهد آوردین شورای اجماع ملی را؟ من میره میخوایم خدمتان عرض بکنم که هدف ای بوده که امطور یک اجماع با بیان بیایه، کسایی که میتونن چندگانگی رو بمیان بیارن. حالا شما دیدین که طرحهای بسیار مختلف وجود داره، با بعضی ها حتی سعی دارن که با صورت جداگانه طرحهای خود مطرح بکنن و از طرف مقابل که طالبا باشن یک طرح خواهد بود، یک طرح از طرف خلیزاد آمده که او طرح امریکا خواهد باشد و از این طرف چندین طرح یعنی گفته میشه که ارائه خواهد شد. برای اینکه یک دست باشه اینا کوشش کردن که یک شورای رو به میان بیارن که اول خواهشات خود یا مطالب خود هماهنگ بسازن، بعد از او در جلسات آینده که به خاطر صلح دایر میشه اشتراک بکنن تا بین خود تو مقابل هم اول بیاییم که بین خود جور بیاییم. با این جمله میشه دنبالش کنیم. اما اگر آقای غنی در رأس باشن فکر میکنین که برخی از این افراد اشتراک بورزن؟ بله، اینا رو سوال مطرح هست اینجا که اول کی که از اینجا اشتراک میکنه، کی که از دعوت میشه و قبل مسئله صحبت کنم که چی کسا رو میخواین برنده بوده. یک تعداد کسا مشوریشون گرفتن در هر لحظه واقع ضرور هست که او پرنسیپ های جهانی شامل هستن، مثلا رؤسای دو اتاق پارلمان ما، رئیس جمهوره گذاشته آقای کرزی
جناب استاد ربانی اگر زنده می بود، جناب حضرت صاحب اگر زنده می بود، اینا باید عضو از این اتومات می بودن با تجاربی که دارن از دولتداری، از کاری که کردن و دیگه مسائل می بودن. آمدیم سر کسای دیگه که دوید دیگه شامل شدن، برای زی باید یک فرمول وضع می شد که بدن حالا گفته شده که آقای غنی، امرالله صالح سروردانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، آقای خلیلی، آقای محقق، آقای دوستام، آقای ربانی، آقای نور، آقای رحمانی، رئیس مجلس، آقای مسلمیار، خانم گیلانی، خانم صافی، خانم کوفی و حبیب سرابی. مطلب نمی هست. حالا ما اگر در اینجا با شما با دو قسمت اینا رو تقسیم بکنیم، حتی با سه قسمت، یکی اون کسایی که پست هایی که یا قبلا داشتن یا آله دارن و لازم هست که در این شورا باشن، مثل جمهور و معاونینش، رؤسای دو اتاق شورای ملی و رئیس جمهور سابقه جناب کرزی صاحب، و خانم ها رو جدا کنیم که چهار نفر که اینا مند. بقیه کسایی که در این آمدن، اینا بر اساسی اونمو مسئله‌ای که خودشان خود تاثیرگذار می‌دانن یا واقعا تاثیرگذار هستن، از او طریق من در اینجا که کی واقعا تاثیرگذار است، کی باید تثبیت بکنه که این حذف این نیست، این فرمول مطرح نشده، ارائه نشده. هر کسی که بیشتر خود ارائه کرده یا هر کسی که بیشتر در جامعه توانسته چی بتانه از بکنم خوره در چشم بزنه برای هر کس، اینا جای انعکاس جامعه امیز که اینا از این مردم خسته شدن، اینه قدر سال خوره تحمیل کردن و بیساری بدبختی خود را ناشی از اینا میدانن. اما آقای آسم آنچه را که اشاره کرد، نارضایتی هم به میان خاط آورد. هستن کسانی که میگن ما باید می بودیم در این شورا و ما باید باشیم در این شورا. این بایدها چقدر میتونه سدی شود در برابر آنچه شما اجماعی ملی میخوانینش و آقای اساقزای دکن بحث پشتوانه خواندنش؟ من امیده برتان عرض کردم و حالا من امیده کتر سش تاکید میکنم که گفتم که یک فرمول باید وجود داشته باشه. در این صورت که اینا انتخاب کردن که اینا لازم هستن که باشه، یک تعداد زیادی ممکن متاثر شوند، آزارده شوند، ما دور شدن از این فرمول را کی ایجاد کنه؟ سوال این است. حالا خب یک کسی باشه که فرمول را ایجاد کنه، این فرمول را کی میتونه ایجاد کنه و بسازه؟ امیره بر تنرز بکنم، این هر کس میتونه ساخته، این خود رئیس جمهور میتونه ساخته که بگوی ما اینا را به اینی اساس داریم. اگر بگوی که ما از احزاب بزرگ سیاسی گرفتیم و تاثیرگذار بودیم، کس با اینا قناعت نمیکنه. هر کس خود تاثیرگذار میدانه، هر کس خود از کسی دیگه بزرگتر میدانه، هر کس خود محترمتر میدانه. مثلا من مثال براتون میگم، همین احزاب سیاسی رجستر شده که در افغانستان وجود داره، مثلا 50 یا هر تعدادی که هستن، بیش از 72 حزب. بله، بیش از 72 حزب. بیش از 72 حزب. برای اینا موقعی داده می شد که اینا جمع می شدن و اینا باشن می گفتن که از بینتان 10 حزب انتخاب کنین یا 6 حزب انتخاب کنین. اینا بین خود جمع می شدن، صحبت می کردن، بعد از رای گیری می کردن، 6 تا 7 تا یک فرمول بود. انتخاب می شد به ایسی نماینده یا بخشی فعالین سیاسی جامعه باید اشتراب میکردن در این شورا. اینا میتونستن ولو در اونجا چه رقم را گرفتن ایش مطرح نیست، ولی یک فرمول بود و هر سال باید این تبدیل میشد. هر سال باز انتخابات میشد، باز میامد. همین قسم میتونه فرمول های دیگه باید کشیده شما که کس ناراضی نباشه. اونجا میکنده اونجا انتخابات بین خود تام شد و تو انتخاب نشد، سال دیگه کوشش کن که انتخاب شد، بینشان کار کن، بینشان لبیین کن. بسیار من یک مثال گفتم، من میگم کمی تو باید باشه. میتونه امیر رقم دیگه راه های انتخاب شود که نارضایتی ها را دور کنه از یک طرف، دموکراتیک‌تر باشه از طرف. بسیار تشکر. یک دکتر اضافه میکنم بفضل. ولی یک چیزی، یک ارگان مشورتی در مسائل بسیار مهم دولتی وجود داشته باشه، این کار خوب. بسیار تشکر. اما این نهاد کدام نهاد باشه خودش میتونه یک سوال باشه
بحث رو شما مطرح کردین که خب فرمول را میتونه رئیس جمهور افغانستان حداقل ایجاد کنه و بسازه، اما نهاد کدام نهاد باشه؟ آیا شورای عالی مصالحه ملی بسنده نبود و افرادی که در این شورا هستند، هرچند در توافقنامه شورای عالی دولت ذکر شده و آمده در توافقنامه سیاسی دو طرف، وزارت دولت در امور صلح پس چه کار خواهد کرد؟ دقیقاً نمایندگان مردم در هر دو مجلس در کنار این نهادهای متعدد دیگر، مشاورانی که وجود دارن پس اینا چه کار خواهند کرد؟ صحبت خواهیم کرد تا دقایق دیگر با جناب عاصم یا صحبت ها رو ادامه خواهیم داد که واقعا افرادی که انتخاب خواهند شد اشتراک خواهند کرد، از جمله رئیس جمهور پیشین، سران احزاب سیاسی و کسان دیگری که در لیستی که دقیقا یکی از منابعی بر ما شریک ساختن. برمیگردیم پس از رفت و برگشت. به ادامه برنامه خوش آمدین. جناب عاصم بفرمایین. باید عرض کنم که این شورا در موردش چهار نکته را میخواییم به ارتباط پرسش شما عرض کنم. اول لازم است که برای تشکیل یک چنین شورا، اما اهداف عمدهش که بسیار گپ طولانی و تبصره برانگیز هم نیست، مشخص باشه. از یک تا پنج یا ده، یک چنین شورایی به خاطر این ده هدف عمده، هدف تشکیلش باید واضح شود از قبل از اینکه عناصرش منصوب شود. دوم، تعداد اعضایش باید بر اساس یک مواصفات و شرایطی که چه کسایی میتونه عضویت شورا را پیدا بکنن، باید قبل از طرف ریاست جمهوری این مواصفات و شرایط عضویت کتباً تهیه میشد و مطرح میشد به جامعه. و بحث سومش هم ایست که خصوصا حضور خانم ها در این شورا نباید از چهره ها و شخصیت هایی که فعلا مسئولیت ها و مکلفیت ها در بخش های دیگه دارن، عملا و رسما مجموعه خانم ها یک خانم های واجد شرایط و چیز فهم یک مجموعه کلانتر است. مگر قحط و رجال آمده آقای عاصم؟ امیر عرض میکنم که در این فهرست 18 نفری 4 تن از خانم هایی که ذکر شده، 3 تنشان عضو هیئت مذاکره کننده است، یکشم از دو وزرایی که از طرف پارلمان رد شدن، نامزد شدن، قبول نشدن و به شکل غیر قانونی در رأس یک وزارتخانه به حیث سرپرست به کارش ادامه میتن. جمع خانم های چیزفهم در کشور زیاد است. اگر 2 نفر، 3 نفر یا 4 نفری در نظر گرفته میشه در شورا، از خانم های غیر از این جمع خواهرای باشند که فعلا مسئولیت و مصروفیت رسمی در بخش های مختلف در جاهای دیگه دارند. نقطه دیگه را که میخواهیم عرض کنم ایست که شورای عالی مصالحه ملی به هدف ای که یک نهاد مستقل ملی باشد در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دارای صلاحیت های مستقل خودش که مخالفین مسلح و جانب طالبان تا جای با عنوان یک نهاد نسبتا مستقل و بی‌طرف برش اعتماد کرده بتانه که روند مذاکرات تسهیل پیدا بکنند، ولی مداخلات و در انحصار گرفتن صلاحیت شورای عالی مصالحه ملی از طرف ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه ملی را تقریبا فعلا یک اندازه پرستیجش پایان آورده و زیر سوال قرار داد مداخلات ریاست جمهوری و انحصار از طرف ریاست جمهوری. فقط 30% از توافقنامه اجرایی شده، آنچه که یکی از مسئولان شورای عالی مصالحه ملی گفتن. خیر، مردم ها به خوشبینی صحبت میکنن، خصوصا کسایی که معاش میگیرن، هرچی که از آدرس ادارات رسمی با اونا چیشه و اونا را به نظر نیک تعبیر میکنن، در حالی که شورای عالی مصالحه از اون چارچوبی که میتونست اعتبار و حیثیت و پرستیج لازم خودش را داشته باشه از او بسیار افت کرده، در یک موقعیت ضعیف و پایین قرار گرفته. و بحث دیگه همی است که عنوان این شورا از شورای عالی دولت، طبعا شورای عالی دولت در امور اجرایی مملکت مسئولیت و مصروفیت بیشتر باید داشته باشد.
و لزوماً هم یک چنین شورای اگر تشکیل میشه بسیاری از تصامیمش باید الزامی باشه. اگر مشورتی باشه باز یک چنین شورای نمیتونه جایگاه پیدا بکنه، حتی صاحب وزنه و حیثیت وقار شوه که به حکومت پرستش ببخشه. یک شورای مشورتی بی خاصیت و بی حیثیت و یک حکومتی که پشتوانه مردمیش ضعیف است، منزوی است و در حاشیه قرار گرفته، چگونه میتونه قوت و پرستیج ببخشه؟ سوال ما همینجا بود. سوال را که مطرح کردم آقای یاسر، سوال را که دقیقا مطرح کردم، کی حاضر خواهد شد برای پیوستن در شورای عالی دولت؟ اگر تعداد از این یقینا محدود در نظر گرفته نشوه و اهدافش از قبل مشخص نسازه ریاست جمهوری، شرایط و مواصفات بر از این اعلام نشوه و از طرف دیگه در صلاحیت های از این اجمالا گفته نشوه که تصامیمش باز میتونه الزامی باشه، فکر بکنیم که اکتداد از شخصیت های مهم برجسته و تاثیرگذار شاید شرکت کرده نتانه. اینا مشوره میتن، تصمیم حق تصمیم گیری رو ندارن. اون چرا که دقیقا سخنگوی ریاست جمهوری، معاون سخنگوی رئیس جمهور آقای محمد امیری شریک ساختن. اما واقعا ما با درد سر تازه موجی هستیم. در صورتی که آقای غنی در رأس باشن چه مشکل وجود داره؟ اینجا بحث به دکتر صاحب اشرف غنی و یا قصدی مطرح نیست. اگر به این شورا یا این شورا با قید تصامیم الزامی ایجاد نشوه، با قید تصامیم مشورتی ایجاد شوه، هیچ مفهومی را نمیتونه ارائه بکنه و هیچ معنا هم پیدا کرده نمیتونه. نه به خودش به طلب میتونه کدام حیثیت با پرستیش کبایی کنه، نه کمک به دولت از نظر حمایت و پشتبانی و ملی و مردمی کرده میتونه. باز یک چیزی بی‌معنا خواهد بود و شکلی. ما داریم به مورد بی‌معنا تن میتیم یا واقعا ما خواهیم رفت شورای را ایجاد خواهیم کرد که در مورد آینده افغانستان تصمیم گیری کنه؟ جناب اساقزایی، شما بحث سمبولیک بودن را مطرح کردین با ویژگی هایی که تا کنون از شورای عالی دولت بیان شده، اما مردم افغانستان دقیقا نیاز دارن با چونین برخوردی؟ نیاز دارن و حقشان است که چونین باید با ایشان برخورد شد؟ تا برنامه هایی که صورت گرفته متاسفانه در 20 سال و 10 سال آخر مغایر منافع ملی افغانستان بوده و مغایر منافع مردم افغانستان بوده. متاسفانه برای این کنال شما میبینید که افغانستان در یک مرحله رسیده که کرک کنار افغانستان روی خون جاری است، یک وحشت ادامه داره. امروز شما میبینید در کنج کنار کشور ما من جمله کابل جرایم سازمان یافته موجود است. اگر قرار باشه که اینا به این شورای عالی دولت ایجاد کنند به خاطر از اینکه برنامه صلح یا روند حل سیاسی مسئله افغانستان به طرف استانبول ببرند و در اونجا تصمیم تعیین کننده است، به وجود بیاید که دولت به این نتیجه رسیده باشد واسه که تلاش های زیاد در اطراف آقای اشرف غنی و تیم بسیار محدودش که اینا دنبال ادامه قدرت هستند، دنبال عزیزتند که شما ببینید خود فساد یکی از عوامل رشته تروریسم و افراطیت و بالاخره بحران جنگ است. اینا در یک وزارت مالیش ببینید روزانه 8 میلیون اینا در دیگه وزارت ها محاسبه کنید و در کابل بانک محاسبه کنید و در قوای مسلحی که سیگار نوشته میکنه روزانه 100 میلیون منفعت دارن در ادامه جنگ. و ادامه اگر از فساد برگردیم پس به موضوع، این بحث تصمیم گیری است. کسی نتونه تصمیم گیری کنه اما عضو شورا باشه، میپذیره؟ ما به یک قیده استم که اولا خواهمی ترکیبی که ساخته شده شما در جریان استین آقای آریان که اینا مجموعا چندین بار با هم درگیر بودن، درگیر با آقای عبدالله چندین بار منازات از اینا مردم متقابل قربانی های سیاست های غلط و توهم با خشونت آمیز از یا بودن، امی قسم با آقای نور، امی قسم با آقای دوستام، امیال همی تشنج بینشون بسیار گسترده ادامه داره، عملا مردمی را درک میکنه. بنابراین مردم اعتماد ندارن که این ساختارهایی که روی منافع خود گاهی به اتحاد میرن و گاهی به جنگ میرن، اگر منافعشان تامین شد دوباره خودت دست گرفتن و منفعت های مالی داشتن دوباره تفاهم میکنن. یعنی میار و محک و اساس منافع ملی
و بالاخره رسیدن به یک صلح دائمی و عادلانه مطرح نیست برای زنا تا طول مدت زمان زندگی نشان داد. و اگر قرار باشه که این بر بنیاد فشارهای مردم و جامعه جهانی این ساختار باید به وجود بیاید و منجر شود به روند صلح در استانبول که بعد از او باز این شورای عالی دولت بتانه مشوره های خود برای دولت انتقالی صلح بده، این به امکان داره که مؤثر واقع شد. من میخوام اینجا یک نقل قول داشته باشم از معاون سخنگوی رئیس جمهور آقای محمد امیری. یک شورای مشوره‌دهی قرار است که اعضایی که ریاستش را رئیس جمهور غنی دارد و زودی معرفی شود. حالا سوالی که مطرح میشه، ریاست نشست را لازم است که آقای غنی داشته باشه؟ خب اگر این نشست مشوره‌دهی هم باشه، اولا دولت وجود دارن، معاونین دولت وظایف مشخص خود دارند، وظایف زنار از لحاظ قانون اساسی افغانستان و برنامه هایی که باید دولت بسازه از لحاظ اجتماعی اقتصادی امنیتی دارد. چی ضرور است که اینا یک شورای دیگه بسازن و باز هم همون ترکیب خود داخل یک شورا بیارن؟ خب در توافق نامه سیاسی آمده، باید اجرا کنن یا اجرایی بسازنش؟ بناهن ببینین همه چیز وقت گذرانی هست، همه چیز فرمولیته است. شورای مسائل ملی ایجاد شد، میتونه در چوکات از اون دیگه شخصیت هایی را جمع کنن که اونا مؤثر هستن برای روند سال. چی ضرور است که ما در تمام موارد اگر قرار باشه که خود ساختار دولت حضور پیدا کنه، ضرورت ایجاد چنین شوراها اصلا؟ آقای عاصم میگن شورای عالی مصالحه ملی هم صلابت خود را از دست داده، به هدفی که ایجاد شده بود نتانست که حداقل به امو سمت بره و خود را حداقل ثابت کنه یا تثبیت کنه. فکر میکنین که اگر یک نهاد نتونست خود را تثبیت کرده، نهاد دیگری خب ممکن بتونه؟ خب ترکیب از رو ببینین، عین ترکیب از 99% به ترکیبش تغییر نکرده، استرکتور تشکیلاتی شما است، هدف و برنامه همون مثلا مطرح میشه، ولی چیزی که هست که برنامه ها تحقق پیدا نمیکنه. این برنامه ها فقط کوشش میکنن که با چشم مردم و جامعه جهانی به یک نوع خواب بزنن، ولی من فکر میکنم که اینا در خط آخر هستن. جهان دیگه تحمل ازیره نداره که بیشتر میلیارد دلار برای زنا بته و در جیبای کسار بفته که عوامل بحران و فساد و جنایت در افغانستان است و مردم افغانستان هم انتظار ازیره نمیکشه. حتی کشورهای منطقه اینا تحلیلی از پالیسی ها و استراتژی های منطقوی هم ندارن که منطقه هم صلح میخواد. شما نشستا را در مسکو دیدین، نشستا را در قطر و در پاکستان دیدین، همه میخواین که در آسیای مرکزی و جنوب آسیا برنامه های اقتصادی و امنیتی ضرورت دارن که باید تامین شود. منان اینا با این وقت کشی و این برنامه های میانتی خود دیگه مردم از جهان و منطقه را فریب داده نمیتونه. رای صلح به افغانستان حتمی از باز میشه و را به انتقالی امشالله بر نجات وطن به وجود میاد. تشکر رنجبر صاحب. آیا شهروندان کشور، شهروندان افغانستان وقتی برای زایید شدن دارند در حالی که بیش از 20 ولایت کشور جنگ جریان داره، در بیش از 13 ولایت شدت جنگ بیش از حد است و بی پیشینه، در حالی که ولسوالی ها هم دست به دست میشه؟ دو ولسوالی را دقیقاً در این یکی دو روز گذشته از دست دادیم. حالا جلریز را شما فراموش نکنین، مطمئنا رویدادش با تمام جزئیات دنبال کردین شما، اما در این وضعیت نیاز نیست که نهاد تصمیم گیرنده بیاید روی کار، نهادی که بتانه حداقل آنچه که تصمیم میگیره تصمیمش اجرایی شود، و اگر این نهاد هم مانند نهادهای گذشته باشه کار را به کجا میکشانه؟ یک. دومی که حالا واقعا خود تانستیم با همین شورای عالی دولت بتانیم طرح واحد را داشته باشیم برای نشست صلح؟ یکی خوب این شورا با شوراهای دیگه که شما گفتین فرق اساسی داره. یک شورای مصالحه ملی است و فقط صرف مسئله صلح و مصالحه است و دیگه شوراهایی که هست هم بر یک موضوع خاص می باشه. شورای عالی دولت عام می باشه برای تمام مسائل ملی و بسیار مهمه که مطرح میشه. این شورا تصمیم خود میگیره یا مشوره خود میده، یعنی برای تمام مسائل ملی و مهم کشور هست و دیگه هر کدامش هدف و وظیفه خاص خود دار. در اینجا بازم قسمی که من در اول گفتم دو چی مطرح است. اگر به این شکل باشه که نمیز یک تعداد کسایی که همیشه بودن و در کسی تکه دارای سیاست بگیشن که
به هر نام دیگه سرچ کنم میگه باز در میجه صحیح باشن، در اینجا که به شکل مشوردهی باشه بهتر از شکل دیگهش، در اینجا هر کدام از اینا منافع شخصی خود مطرح میکنن و تصامیمشان هم تصمیم خواهد باشه که تضمین بکنه یا تامین بکنه منافع اینمی قشر جامعه. اما صحبت های دوستا را از جمله آقای عاصم و جناب ساقزایی را شنیدین که تاکید دارن بر این که اگر تصمیم گیرنده نباشه پس هیچ، و اگر تصمیم گیرنده باشه کار بسیار خوب هست، ولی در اونجا اونم کسایی که من گفتم که باید باشن جدا هست، کسایی دیگه خارج از چوکات اون مسئولیت هایی که دارن که در این شامل میشه، بازم گفتم کوشش شوه که اینا نماینده واقعی مردم باشن. شما از کجا این نماینده واقعی مردم را پیدا میکنین با این همه تاکیدی که شما دارین بر بزرگوارانی که نمیتونن از مردم نمایندگی کنن؟ اما چهره های تاثیرگذارن در جامعه هستن، کسانی که از رأی میلیونی سخن زدن قبلا در انتخاباتی که برگزار شد، بودن کسانی که خب رهبری حزب را بر عهده داشتن و هنوز هم دارن و دارن، قدرت بیشتر به ایشان رسیده، هرچند برخی انتقاد دارن که موروثی است، اما همینا هست، جامعه افغانستان همینا هستن. هیچ شک نیست که عالم اینا هستن، ولی شما مطمئن باشین که یک وقت اگه اینا نقش نماینده از مردم رو بازی میکردن او وقتا تیر شده، حال اینا با زور ثروت هایی که اندوختن و با زور اون و موقعیت هایی که با کمک خارجی ها در این مملکت تأمین کردن برای خود، با زور سلاحی که دارن و ملیشا هایی که دارن و نمایشی که میتن این سلاح ها وقت تلف و وقت تر ولایات مختلف ما، اینا ملت به گروگان گرفتن در کاریجا. اونا از ترس پشت جا میرن، با ترس در مزایدات را اشتراک میکنن، از ترس در توصیح فرقینا گفای خورد قرار میزن. ما اگر موقع بتیم دیگه بشه خو از این موضوع میگذاریم. در شرایط فعلی که برای ما بسیار بحرانی و حالت بسیار حساس است، همین چیزی که شما گفتین، این شرط هست که ما باید موافقت همگانی را یا اجماع ملی را که میگن در این مملکت تامین بکنیم، ولو به هر نامی که باشه اینا نماینده واقعی هستن یا نیستن. به نظر من این اجماع گپا موقتی خواهد بود تا که بسیار تشکر آینده نظام افغانستان تثبیت میشه، خانه اساسی جدید ساخته میشه، حکومت آینده که میان به برای اینی بی موقت باید از اونمون چه کار بگیریم که ما در جلسات یک دست شراف کنیم، ولو که امی انتخاب مردم هم درست نباشه. اینا طرح را دقیقا خواهند توانست حداقل در این وضعیتی که شورای عالی مصالحه ملی تا نتانست طرح را نهایی کنه، خواهند توانست حداقل در چیدمان و یا در جمع، اگر تمامی طرحها چیدمان شوه و از شالودی او بیرون شوه بسازن؟ خب تصمیم است. یعنی می با جستجو کنیم، گفته به هر طریقی که میشه فعلا ما خود همصدا بسازیم. یعنی زمی پراغندگی هایی که ایجاد میشه یا قصدان یا سهوان یا چی که هست که هر ولایت بر خود یک موضوع جدید انداخته که کشور و بحران میکشانه و ما را در برابر دشمن تضعیف میکنه، در برابر یک دشمن خارجی ما را ناتوان میسازه، چرا وزی باید گرفته شما به هر شکلی که میشه. این کار موقتی خواهد باشه که ما این زیر مرحله بحران بگذاریم، فعلا با سر مسائل دیگهش به صورت اساسی فکر بکنیم، ولی به هیچ صورت در به چیه که مسائلی که مربوط به حکومت سازی آینده ما باشه در اونجا باید این گذشت های صورت نگیره که سرنوشت کشور ما را باز به یک آینده بسیار طولانی در خدمت نگاه کنم. بسیار تشکر. به آنچه که برخی از آگاهان هم میگن و برخی از مشاورین پیشین رئیس جمهور هم میگن، رئیس جمهور نیازی به مشوره نداره، چون خودش و اطرافش تصمیم گیرنده هستن و تصمیم میگیرن. این دیده برخی از این افراد است. اما آنچه را که آقای فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی اشاره کردن، بحث یک اختلاف و تفرقه جدید را در کشور، این که پایه‌گذاری خواهد کرد این مسئله اگر ترکیب اعضای شورای عالی دولت، حضور اقوام، جنسیت، مذاهب و بر اساس تناسب نفوس هر قوم در نظر گرفته نشه. جناب عاصم موافق هستین با این مسئله؟ در این مورد باید عرض بکنم که
این موضوع را که فرامان صاحب اشاره کردن به نظر من این فرع موضوع است. اصلی است که اهدافی که این شورا به او خاطر باید ایجاد شوه و در موافقت نامه بین دکتر صاحب عبدالله و رئیس صاحب جمهور این تشکیل شده به معنای شمو است، اهدافش باید مشخص شوه و همچنان شرایط و مواصفات اعضایش باید مشخص باشد. تصامیمی که میگیره الزامی باشد. من مثال میگم براتون، رئیس جمهوری افغانستان به حکم قانون اساسی که در ماده 64 آمده در 20 مورد صلاحیتاش مشخص شده، صلاحیت‌ها و اختیارات عمومیش. در 8 موردش رئیس جمهور بدون موافقه و یک جا با شورای ملی میتونه صلاحیت‌های خود را اعمال کنه. در 8 جزء ای 20 جزء ماده 64. 21 موردی که است. بله، و همچنان صلاحیت‌های اختصاصی هر دو اتاق یا در مجموع شورای ملی صلاحیت‌های اختصاصی خودم مندرج در قانون اساسی دارند. ولی شما شاهد هستیم که به چی مواردش تا هنوز رئیس جمهوری فعلی افغانستان اعتنا کرده. یکی از ارکان ثلاثه نظام از شورای ملی و یک رکن اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. یعنی میخواییم بگیم که یک تازیر همچنان این شورا مهر تایید خواد گذاشت؟ ما به عرض می از در این مورد و پیشنهاد است که در اهداف عمده و عامی که این شورا با او مقصد و با او هدف تشکیل میشه، یکی از مواردش به صورت واضح و صریح الزامی بودن تصامیم این شورا در مواردی که تصمیم اتخاذ میکنه برای ریاست جمهوری و قوه اجرایی کشور باید باشد. باید باشه، اما اگر در مورد رئیس جمهور هم تصمیم بگیرن، حتی اگر برای دادن قربانی هم اینا تصمیم بگیرن، رهبری حکومت تصمیم این شورا را، اگر صلاحیت تصمیم گیری برشان داده شوه، رهبری حکومت تصمیمشان را قبول خواهد کرد؟ یعنی من او را خواهد جمله تصامیم شاز و نادر میدانم که یک چیز را شاید هرگز قبول نخواهند کرد، ولی در امو مواردی که ایجاب میکنه و لازم است بستگی به سرنوشت عام مردم، بهبود و وضعیت دولت و نظام، مسئله صلح و کاهش دادن جنگ و خشونت و قطع جنگ در کشور میباشد، در این موارد تصامیمی که شورا میگیره که رئیس جمهور در راستش قرار میداشته باشد، تصامیمش برای ریاست جمهوری و قوای اجراییه باید الزامی باشد. اگر تصامیمش الزامی نباشد، در اهداف تشکیل شورا شما از هر صنف چنده مردم را جمع کنین، یک شورای 200 نفری بسازین، میتونه چی مفهوم چی معنی داشته باشه که فرهمان صاحب به او اشاره کرده. اون مشکل نمیتونه حل بکنه. مشکل فقط صلاحیت ها و اختیاراتی که تشکیل میشه و قبول میشه او میتونه حل بکنه و این شورا را حیثیت و پرستیج واقعی برش بده. ممنونتان جناب ساقسای. جنبندی بحث با شما، فقط 1 دقیقه و 20 ثانیه وقت داریم. ما داریم میریم به ترکستان یا واقعا اثر بخش خود بود این کارا؟ خوب اگر این شورا واقعا ساخته شده باشه که برن به روند صلح، مثل که خود آقای گلبدین هم در مصاحبه خود با آریانا نیوز گفتن که آقای اشرف غنی پذیرفته که استعفا میده و بالاخره تا این سرحد هم میتونه که زمینه را برای یک حکومت انتقالی صلح مساعد بسازه. در غیر از یعنی مردم افغانستان و جهان یک دولت انتقالی صلح میخواین، یک قوه اجرایی که راه را به سوی انتخابات شفاف و عادلانه باز کنن و عوامل باشه برای ختم جنگ بر هر دو طرف. بنابراین مردم افغانستان و جهان در این مسیر حرکت میکنه. امیدوار هستم که ما بتانیم که با یک تفاهم با عقلانیت تصمیم بگیریم و مثل شوراهای دیگه فرمولی تنه باشه و وقت کشی نباشه. اینا بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که هر روز خونریزی و جنگ و وحشت نه تنها که افغانستان به وحشت کشونده، منطقه را به بحران میبره و جهان قابل تحمل برش نیست. بنان یگانه راهی است که تسلیم شوند به اراده مردم افغانستان و جهان و صادقانه برن و مذاکره استانبول هم تاکیدهایی که برای طالبان شده و یک زمینه برای یک دولت انتقالی صلح و قوای اجرایی که مامور اجرای قانون باشه و از شخصیت هایی که واقعا تا
تجربه داشته باشند، صادق باشند و بتونه افغانستان از این بحران جنگ و وحشت بکشند و را به سوی یک صلح بسیار دارانه باشند. وقتتون بخیر. ممنون حضور جنابان اسحاق زی، رنجبر و عاصم. ممنون بار دیگر از همراهی شما بیننده عزیز هم. تا درود دیگر، بدرود.